من ریحانم. بعضی از دوستا و نزدیکام ریحون صدا میکنن. وقتی که بچه بودم هر وقت مامان بزرگم منو میدید میگفت تو ریحونی، به به، بیا با کباب بخورمت. خیلی حس خوبی به هم دست میداد و فکر میکنم همین اسمم هم بود که باعث شد ناخودآگاه وصل باشم به گیاه و سبزی و اینجور چیزا. یا شاید اون چیزی که از 9 سال اول زندگیم یادم بی تأثیر نبوده باشه. تابستونای اون موقع ها بابام روی درخت گیلاس بود و مامون پایین منتظر جمع شدن گیلاس ها وایساده بودیم. البته از 9 سالگی دیگه این خاطره رو یادم نمیاد. چون اومدیم توی آپارتمان و دیگه خبری از درخت گیلاس نبود. بزرگتر شدم. باز فکر میکنم به واسطه سفرهایی که سالی یه دفعه‌م شده با خانواده میرفتیم تصمیمم رفت به این سمت که گردشگری بخونم. البته فکر میکردم خوندن این رشته تو دانشگاه به لذت بخشی همون سفرهاست با خانواده. ولی نبود. اما بودن کسایی که به کمک اونا فهمیدم گردشگری چیه واقعا و گردشگری توی ایران چیه واقعا. رفیق گرمابه و گلستان که آدما میگن ما داریم، منم داشتم و دارم. نفیسه از دبیرستان، از 18 سالگی که اون توی دانشگاه کشاورزی خوند و من گردشگری، خواستیم این دوتا رو به هم وصلش کنیم. بعد دیدیم توی دنیا وصلش کردن. بهشم میگن فارم توریزم یا اگری توریزم. بعد فهمیدیم وضعیت جفت اینا توی ایران همچین تعریفی نداره. از یه جایی به بعد یه آدم دیگه ای وارد زندگیم شد. کله هامون مثل هم بود. نه اینکه پس سر منم مثل سر علی کچل باشه ها، نه. منظورم فکر کردن توی کله هامونه. اینو از اون روزی که راجب خونه درختیش توی لنگرود و دوشیدن شیر گاوهای پدر بزرگشو خستگی در کردن روی کاهای طویله گفت فهمیدم. این شد که تصمیم گرفتیم از یه جایی به بعد این ماجرا رو و زندگیمون رو با هم دیگه پیش ببریم. خب اسم این کاری که ما می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم برزیگردیه. برزیگری نه ها، برزیگردی. از دو تا کلمه تشکیل شده. برزیگر و گردی. برزیگر به معنی کشاورز و کشاورزی، گردی هم از گردش و گردشگری میاد. در واقع ما اینو به عنوان معادل فارسی فارم توریسم در نظر گرفتیم. اول بیاین راجع به کشاورزی با هم حرف بزنیم. خب کشاورزی توش چیا داره؟ آب داره، خاک داره، بذر داره، نور داره و خیلی چیزای دیگه. بیاین با آب شروع کنیم. یه لحظه به آب فکر کنید. به نظر عجیبه. هم میشه لمسش کرد هم نه. علی میگفت وقتی دستتو میکنی تو رودخونه آب از لای انگشتات میخزه میره و یه بخشیش مثل مواد فضایی رو دستت میمونه. عجیبتر این که دستت هم از توش رد میشه. همچین بیرا هم نبوده که تو ادیان گذشته آب سمبل یکی از خدایان بوده. پس انگار باید که خیلی براش فکر میکردیم. فکرم میکردیم. مثلا قنات. قناتی که با دانش بومی تجربی خیلی مهندسی شده آب رو از دل کوه هدایت می‌کرده برای مصرف و فقط از مازاد آب سفره‌های زیرزمینی استفاده می‌کرده. برای این میگم مهندسی که به این دانش رسیده بودیم که تو سرزمین خشک و آفتابخیزی مثل ایران نباید آبو جمع کنیم رو زمین و تو سد که آب و آفتاب بگیرن و تبخیرشن برن. باید ببریمشون زیر زمین. تعداد این قنات‌ها 65,000 رشته بودن. 65,000 رشته قنات که یه زمانی تقریبا میتونستن آب مصرفی ایران رو تأمین بکنن، اما الان دیگه بیشترشون رو خشک کردیم. سیل. سیل میشنوین یاد چی میافتین؟ بدبختی، آوارگی، خونه خراب شدن. چجوریه که ما الان یاد اینجور چیزا میافتیم اما در گذشته مردم جنوب غربی ایران خیلی خوب میدونستن که چه فصلایی ممکنه سیل بیاد و خودشونو برای مقابله باهاش آماده میکردن. چطوری؟ با یه چیزی به اسم گوراب سازی. یعنی اینطور که یه سری سد خاکی و چاله و گودال توی مسیر سیلاب ایجاد میکردن تا آب و هدایت کنن به اونجایی که دلشون میخواد. یا مثلا تو سیل اخیر فارس و خوزستان سازه های آبی شوشتر چرا آسیبی ندیدن؟ پاسارگاد چرا خراب نشد؟ تخت جمشید؟ تخت جمشید رو چرا سیل نبرد؟ اینجوری نیست که انگار قبلنا بلد بودیم با طبیعت زندگی کنیم نه در مقابل طبیعت؟
شاردن یه سفرنامه نویس فرانسوی بوده که ادعا میکرده جایی تو دنیا نیست که ندیده باشه و تو یه بخشی از سفرنامهش نوشته من هیچ ملتی رو به هدفمندی و هوشمندی ایرانیا در فن استحصال و به دست آوردن آب ندیدم. خب راستم میگفته بنده خدا. از این دانشای بومی و تجربی توی ایران کم نداریم که با فرهنگ هم گره خوردن. مثلا یکیش تو همین کویر مرنجاب که بیشترمون با شنیدنش یاد رمل میفتیم دیگه، نه هندونه. هندونه میکارن بدون اینکه کسی بیاد بهش آب بده و معروف ترین هندونه دیم ایران رو هم داره. خاک. چشماتونو ببندین. بوی خاک رو بیارین توی ذهنتون. بوی خاک بارون خورده. حالا چشماتون رو باز کنین. میانگین نشست دشت‌های ایران که تا بیخ گلوی تهران، یعنی همین دشت ورامین هم رسیده، 54 سانتی‌متر در ساله. یعنی اینقدر. 50 سانتی متر و 4 سانت هم از این خطکش 50 سانتی متری بیشتر. به نظرتون زیاد نیست برای اینکه هر سال این عمق از خاکمون رو از دست بدیم؟ با این روند به نظرتون کدوم خاک رو بو کنیم؟ توی کدوم خاک محصولاتمون رو بکاریم؟ با کدوم خاک خونه هامون رو بسازیم؟ خب البته نیاکان ما بذرها رو هم برای ما به ارث گذاشته بودن که توی این خاکی که داریم یا نداریم بکاریم. فکر میکنم این روزا اسم محصول تراریخته به گوش هممون خورده باشه. در گذشته ولی کشاورزی خیلی ساده بود. هر کشاورز به اندازه مایحتاج خودش یه چیزایی رو میکاشته. بقیه یه چیزا رو هم همسایه ها میکاشتن و بعد به طور طبیعی از محصولاتشون بذر میگرفتن تا فصل بعدی هم بتونن اونا رو بکارن. اما از یه جایی به بعد سراسیمگی سر صنعتی شدن و مصرفگرایی کشاورزارم کشون به این سمت که به هر قیمتی شده مقدار محصولشون رو بیشتر بکنن. مثلا بیان از کودهای شیمیایی استفاده کنن که مقدار محصولشون بیشتر بشه و تو مدت زمان کمتری محصول رو به دست بیارن، یا از سموم شیمیایی استفاده کنن که شاید آفات و علف هرز کمتری داشته باشن. تا حالا فکر کردین اولین بار سم و کود شیمیایی چرا تولید شد؟ بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم میشه، یک عالمه مواد شیمیایی که برای حمله های شیمیایی تولید شده بود میمونه رو دست سران جنگ. به ظاهر جنگ تموم شده بود، اما در واقع یه جنگ وحشتناک دیگه تازه شروع شده بود. مواد شیمیایی باقی مونده تبدیل شدن به حاصل خیز کننده های شیمیایی برای محصولات کشاورزی، که حالا جنگ سر این باشه که چه کسی غذای بیشتری تولید میکنه. بعد گفتن خب بیاییم بازار بذر رو هم دست بگیریم. چجوری؟ بیاییم بذر رو دستکاری ژنتیکی کنیم که حالا کشاورزا نه تنها هر فصل بتونن با این بذرها محصول بیشتری به ما برسونن که بفروشیم، بلکه فصل بعد هم باید مجبور بشن و بیان از خود ما بذر بخرن. اینجوری شد که کشاورزا رو فریب دادن و حالا نه تنها هزینه های زندگی اونا خیلی بالا رفته بود، بلکه دیگه محصولی نداشتن که باهاش سبد غذایشون رو پر بکنن. حالا فکر میکنید با این وضعیت آب و خاک و بذر چقدر تولید کشاورزیمونه در سال؟ اگر محصولات دامی، باقی، طیور و شیلات رو هم در نظر بگیریم 117 میلیون تن در سال تولید کشاورزیمونه که ارزشش میشه یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار. از طرف دیگه انجمن علوم خاک هم فرسایش خاک رو 2 میلیارد تن تخمین زده. هر تن خاک فقط کانیهاش 28 دلار میارزه. اگه 28 رو ضرب در 2 میلیارد بکنید میشه 56 میلیارد دلار. یعنی ما 56 میلیارد دلار از دست میدیم که 50 میلیارد دلار به دست بیاریم. اونم به قیمت به دست آوردن چه جور محصولی. اینایی که تا الان شنیدید یه چیزی مثل کشف الکل یا مثلا گنجینه اسرار نبودن که ما براتون گفتیم. اینا چیزایی بودن، آمارایی بودن و تعریفایی بودن از وضعیتی که ما الان توی ایران و دنیا داریم توش زندگی میکنیم. قطعاً ما با شنیدن خیلی هاشون حالمون بد شد. و با شنیدن یه سری جاشون به فکر فرو رفتیم که واقعاً چی کار میشه کرد. حالا بیاین یکم راجع به گردشگری هم با هم حرف بزنیم. همین الان وقتی من گفتم گردشگری یاد چی افتادین؟
سفر، تور، آهنگ جاده، پانتومیم، هتل‌های آنچنانی، نمیدونم مثلا دشت و دمن و کوه و کمر یا مثلا پراید و جوجه و جاده چالوس. خب اگه همین الان برین توی گوگل سرچ بکنید وضعیت گردشگری ایران، یکی از اولین چیزایی که همون اولا باهاش برخورد میکنید این جمله است: ایران از لحاظ برخورداری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی در بین 10 کشور اول دنیا جای دارد. به نظر شما جاذبه کجا میتونه باشه؟ قلعه علموت، خونه بروجردی‌ها، یا باغ دولت‌آباد، یا مثلا پلی‌خادو، یا نمیدونم قله دماوند، جنگل‌های راش، یا همین کاخ گلستان و موزه ایران باستان خودمون. تا حالا شده فکر کنید کنار اینکه برین اشیای یک موزه از دوره‌های تاریخی مختلف رو ببینید، برین بخشای مختلف یک مزرعه رو تو فصلای مختلف ببینید و وارد دنیای کشاورزی و مزرعه داری بشید؟ تا حالا شده موقع شنیدن گردشگری یاد تجربه بیفتین؟ تجربه کشف کردن، تجربه لمس کردن، لمس کردن با دستاتون، تجربه از سر یه دغدغه، دغدغه از سر یه مسئولیت، مسئولیت این که ما یه موجود زنده ایم کنار بقیه موجودات. تا حالا شده فکر کنیم حالا که مدت زیادیه داریم گردشگری میکنیم که لذت ببریم، این بار بیایم گردشگری کنیم که حفاظت کنیم؟ تا حالا میرفتیم سفر و لذت میبردیم، این بار کنار این لذت بردن سعی کنیم یکم مسافر متفاوتی باشیم. فکر میکنم مجمع عمومی سازمان ملل هم یه جورایی به همین چیزا فکر کرده که شعار امسالش رو گذاشته گردشگری پایدار برای توسعه پایدار. یعنی ذهنمون رفته به این سمت که اندافه از این طرف ببینیم قضیه رو. تا حالا میرفتیم سفر و گردش که حال خودمون رو خوب کنیم و برگردیم، اندافه بریم سفر و گردش نه فقط حال خودمون رو خوب کنیم، بلکه شاید از یه چیزایی مثل خاک و بذر و آب و کشاورزی و زمین و آدم هم حفاظت کردیم. راستش ما فکر کردیم بهتر اول از خودمون شروع کنیم و حال خودمون رو خوب کنیم. بعد فکر کردیم ببینیم خب چیا بلدیم؟ گردشگری، هنر، محیط زیست، چی دوست داریم؟ تجربه، تعامل، کاشتن، گشتن. راستش شروع کردیم به بیشتر گشتن و البته این دفعه گشتن با دستامون. یعنی یه جوری بگردیم که علاوه بر گشتن و دیدن با دستامون هم یه کاری کنیم. با دستامون خاک رو لمس کنیم، با دستامون غذای خودمون رو بکاریم، با دستامون یاریگری کنیم. تو همون اولای گشتنامون رسیدیم به این که کشاورزی بومی ما خیلی شبیه به اون چیزیه که تو دنیا بهش میگن پرماکالچر. تشکیل شده از دوتا کلمه، پرمننت و اگریکالچر، به معنی کشاورزی پایدار یا کلیتر از اون به معنی یک فرهنگ پایدار. پرماکالچر در واقع یک سیستم طراحی برای زندگی، برای کشاورزی و مزرعه داری که سعی میکنه همه جوره پایدار بمونه و در هارمونی با طبیعت اطرافش. تو همون اوله گشتنامون فهمیدیم که توی تکنیکای کشاورزی بومی ما کشاورز هم حواسش به زمین بوده، هم حواسش به آدما بوده و هم برای مازاد انرژیش استفاده مشارکتی تعریف می‌کرده. مثل همین رسم یاریگری بین کشاورزای ایران. یه روز همه جمع می‌شدن می‌رفتن مزرعه گل‌آقا تو کارهای زمین بهش کمک می‌کردن. فردایش میرفتن زمین مشتی سغرا و همینطور یاریگر هم بودن تا کسی کاری تو زمینش رو زمین نمونه. جالبه بدونید که اصول اصلی پرماکالچر هم دقیقا همین رو داره میگه: Earth care, people care, share the surplus. مراقبت از زمین، مراقبت از آدما و به اشتراک گذاشتن مازاد. واقعا نباید به این سبک زندگی و دانش بومی ایمان آورد؟ ما توی برزگردی قراره با دستامون بگردیم و یکم مسئولانه تر سفر کنیم و این بار چیزایی رو ببینیم و جذبشون بشیم که کم کم همه داره یادشون میره. منظورم همین دانش بومی کشاورزی و میراث مزرعه داریمونه که رفتار ناپایدار و صنعتی ما تا الان باهاش چیزی شبیه به یادگاری نوشتن روی میراث معماری و غیرمون بوده. از تکنیکای کاشت و داشت و برداشت و مزرعه داری و دامداری بگیرید تا همین آوازهایی که خانمای گیلانی تو شالیزارا میخونن.
از اون طرف اگه یادمون بیاد اون کشاورزی بومیه و حواسمون رو جمع بکنیم به آب و خاک و سعی کنیم محصول سالمتری بکاریم و برداریم، اون وقته که جاذبه ایم، نه وقتی که داریم ناپایدار میکاریم و به قیمت خودکفایی حاضر به هر کاری میشیم. ما گفتیم خب بهتر خودمون هم کشاورز بشیم و یه مزرعه داشته باشیم تو حال و هوای کودکیای علی با یه خونه چوبی تلاردار. تلار تو گیلان به این بالکن چوبیایی که کفش رو حسیر میکنن میگن. بعد توی مزرعه‌مون از کشاورزای محلی تکنیکای بومی کشاورزی رو یاد بگیریم و سعی کنیم اونا رو تو زمین خودمون به کار ببندیم و یه جوری زندگی کنیم که هم حال خودمون خوب باشه، هم حال همسایه‌ها، هم حال زمین و هوا و پرنده‌ها. راستش تقریباً این شد که یه سری از کارهایی که می‌کردیم رو گذاشتیم کنار. نه اینکه اونا رو دوست نداشته باشیم یا نخواهیم انجامشون بدیم، فقط خواستیم یه جور دیگرش رو تو زندگی خودمون پیاده کنیم. ما فکر کردیم میتونیم مجموعی از مزرعه‌های پایدار و محلی باشیم که این سبک زندگی و کشاورزی بومی رو ترویج میدن. در مزرعه هامون باز باشه و آدما بتونن بیان و با ما و گاوا و مرغ و خروسا و گیاها و زعفرونا و جونورای دیگه معاشرت کنن، خودشون دستشون رو خاکی کنن. و در برزیگردی قرار است بتوانید چند روزی کنار کشاورز و خانوادهش در مزرعه‌شان بمانید، کمی دستتان را خاکی کنید و بعد با همراهی کشاورز بذر بپاشید، یا کنار بوته‌های خیارچنبر قدم بزنید و همانطور که آقای کشاورز در حال رسیدگی به آنهاست اول خیار رسیده را به شما تعارف کنند، یا به وقت چیدن خرمالوها در سبد آواز محلی آنجا را همراه آنها زمزمه کنید. و صبح که با خروس خان مزرعه بیدار شدی، دخترک مزرعه دار دستتان را بگیرد تا بروید شیر خوردن گوساله ها را تماشا کنید و کمی از شیر را هم برای صبحانه بدوشید. آخر سر هم در راه برگشت به ایوان خانه یک و مرغ های همسایی از زیر پرچین جلویتان سرد کنید و کمی هم دنبال آنها بده. مهمتر از این و بیشتر از همه اینا، دلمون میخواد برزیگردی جایی باشه که کشاورزا بیان و توش یادشون بیاد که قبلنا چجوری میکاشتن که حال همه چیز بهتر بود. بعد که یادشون اومد و اطمینان کردن، شروع کنیم کنار هم به صورت مشارکتی و بومی مزرعه هامون رو مدیریت کنیم و پیش ببریم. بعد برای آدمایی که اهل سفر و کار داوطلبانه تو سفرن، این فرصت به وجود بیاد که بیان کنار کشاورزایی که خیلیاشون دست تنها موندن بمونن و هم کار رو یاد بگیرن، هم یاریگری رو. یا مثلا مثل یه مسافر بتونن برن مهمون کشاورز و خانوادش بشن و زندگی توی یه مزرعه رو برای یکی دو روز هم که شده تجربه و تماشا کنن. خیلی رویایی به نظر میاد؟ نمیدونم. شاید ما هنوز کله هامون داغه. ولی فعلا که همین زده به کلمون و پاش وایسادیم تا بتونیم واقعی و واقعی ترش کنیم. راستشو بخواین، برزیگردی برای ما نیست، فقط دغدغه‌مونه. اگه دغدغه‌تون مثل ماست، بیاین با هم برزیگردی کنیم. ممنون.